ناوچه پیکان، خلیج فارس، در حال حرکت به سمت اینجا، سکوی نفتی البکر و الامیه، راهبردی ترین مکان برای بعثی ها. تفنگداران نیروی دریای ارتش قرار است این سکوها را منفجر کنند، در پاسخ به تجاوز ماهای گذشته رژیم بعث به ایران. ساعتی طول می کشد تا بمب‌ها بر روی سکوها نصب شوند. دود منطقه را فرا می گیرد. ارتش اولین ضربه را وارد می کند. رژیم بعث حالا متوجه این حضور می شود. ناوچه اوزا و ناوهای نفربر خود را به منطقه اعزام می کند. نیروی دریایی پایگاه هوایی بوشهر را مطلع می کند. درخواست پشتیبانی هوایی به کمپ خلبانان می رسد. عقاب‌ها به پرواز در می آید. کمتر از چند دقیقه بالای سر اوزاها می رسد. طراح این نبرد هوایی و تعدادی از خلبانان حاضر در این عملیات بعد از 40 سال از آن روز می گوید. فرمانده دریایی عراق وقتی فهمید اسکله البک تصرف شده، هر چی داشت و نداشت فرستاد دریا. اولین فاتوم، اولین ناوچه اوزا را میزند. شاهدان میگویند در این عملیات بیش از 10 فروند ناوچه پیشرفته بعثی‌ها نابود میشود. من موشک اول زدم. موشک که زدم، موشک بزن و در روه برمیدم. F-14 که به عنوان پوشش هوایی آمده بود، با میکای بعثی درگیر میشود. کلن 6 هواپیمای شکاری عراقی رو بچه های خلبانه F-14 زدن. حالا هم سکوها از بین رفته و هم ناوچه های رژیم بعث نابود شده. پیکان اجازه بازگشت به بوشهر را میگیرد. پایان ماموریت اعلام میشود. اما خبر ندارند که چه اتفاقی در انتظارشان است. پیکان هدف موشک قرار میگیرد. یکی از فانتوم ها به سمت ناوچه رژیم بعث میاد. یکی از خلبان ها بلند شد، با موشک مبری زدن ناوچه اوزا رو، زدن زیر آب که از اسکله جدا شده بود. اما اون قبل از اینکه بزننش، اون دو تا موشک یا 3 تا موشک شلیک کرد به سمت پیکان. ناخدا همتی، فرمانده ناوچه پیکان، دستور میدهد همه از ناوچه خارج شوند. خود میماند و به شهادت میرسد و ثمرش دیگه به طور کلی نیروی دریایی عراق خوابید. هر گونه صادرات و واردات سایر کالاها در شمال خلیج فارس به عراق قطع شد. این روایتی بود از غروب نیروی دریایی صدام، آفتابی که دیگر در خلیج فارس برای آنها طلوع نکرد. محمد رضا احمدی، باشگاه خبرنگاران جوان.